اجایبی طلب مغفرت گناه. قال الله تعالی سبحانه و تعالی فرمود: پس گفتم از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، همانا او آمرزنده است تا بر شما از آسمان باران ریزنده فرستد و با اموال و فرزندان شما را مدد کند و به شما بستان ها بدهد و برای شما جوی ها پدی دارد. سوره 9 آیت 10 و 12. و با طلب مغفرت گناه کردن دعاها قبول گشته، در رحمت آن انسان را به خود جلب می کند و برکات نازل می کردد. استغفار این طلب مغفرت گناه است و آن حمایه و سپر از بدی های گناه و پوشیدن آن است. پس اگر بنده را الله مغفرت کند، پس او را از گناه نگه می دارد. استغفار سبب از سبب های نورانی گشتن قلب و هدایت آن است. اینچنین استغفار سبب نائل گشتن به رحمت پروردگار است. الله سبحانه و تعالی فرمود: صالح علیه السلام گفت: ای قوم من، چرا پیش از نیکویی بدی را به شتاب طلب میکنید؟ چرا از الله طلب آمرزش نمیکنید؟ شاید که بر شما رحم کرده شود. سوره نمل آیت 46. استغفار از بزرگترین طاعتها و فائده آورترین سبب نزدیک شدن به الله است و با استغفار بسیار عبادت ها و مناسبت ها به آخر می رسد و نماز را با استغفار به آخر می رسانند و حج را با استغفار به آخر می رسانند و مجلس ها را با استغفار به پایان می رسانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: شخصی که این دعا را در مجلس ذکر کند، یعنی سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك، یعنی بار اله تو پاک هستی، من حمد و ستایش تو را میکنم، گواهی میدهم که بجز تو معبودی نیست، من از تو بخشش میطلبم و پیش تو توبه میکنم. یعنی این مجلس ذکر قبول شده به آنها اجر و ثواب داده میشود. و اگر این دعا را در مجلس بخواند که در آن سخنهای بیهوده زده شود، پس این دعا برای آن مجلس کفاره قرار می گیرد. حدیث با روایت ابو داود و امام طبرانی و امام حاکم، حدیث صحیح. و استغفار از ذکرهای الله است و با ذکر الله قلبها زنده گشته آرام می یابد. الله سبحانه و تعالی فرمود: آگاه شو، دلها به یاد الله آرام می گیرند. سوره رعد آیت 28. استغفار دوای قلب از گناه است که آن اساس بلاها و غم و اندوهاست. امام قتاده رحمه الله گفت: هر آینه قرآن شما را دلالت به دردها و دواهایتان میکند، اما دردهایتان آن همه گناههایتان است و اما دواهایتان آن همه استغفار است. استغفار از بزرگترین سبب جلا دادن قلب و دور شدن وزنینی، علم، فراموش خاطری و غفلت است. از اغر ابن یسار مزنی رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر آینه حسیات و تأثیر در قلبم است و البته من هر روز صد مراتبه طلب مغفرت گناه میکنم. حدیث با روایت امام مسلم. غین در این حدیث به معنای سیاهی قلب و غافل ماندن از ذکر است که آن دوامناک بود. بنابراین اگر چنین حالت می شود، پس طلب مغفرت گناه می کردند. در استغفار گفتن فایده های است که آن از عذاب الله هم در دنیا و هم در آخرت در امان ماندن است. بعضی علما گفتند الله تعالی به بعضی انسان ها استغفار را نصیب نکرده است، زیرا او می خواهد که او را عذاب بدهد. الله سبحانه و تعالی فرمود: و چنین نیست که تا تو در میان آنها باشی، الله آنها را عذاب کند و تا آنها طلب آمرزش میکنند، الله هرگز عذاب کننده آنها نیست. یعنی سنت الهی چنین است که تا پیامبر در میان قوم باشد، عذاب عام نمیکند و همچنین تا اینکه آنها از الله مغفرت طلب کنند، عذاب نمی آید. سوره انفال آیت 33.